عزیزان معلول میشه که فرمودن خدمت به معلولین، خدمت به نبی گرامی پیامبر اعظم هست. من با کسب اجازه از حضور تک تک شماها و جناب آقای لاجوردی که خودشون از هنرمندا و اساتید هستن و بزرگ ما هستن و جزء هیئت مدیره این مؤسسه که افتخار دادن اینجا حضور یافتم و سایر عزیزان که به نوعی همه مددکار ما هستند در امورات معلولی، خیلی کوتاه چون قصد گرفتن وقت شما و وقت عزیزتون رو در این شب شاد ندارم، فقط میخواستم مختصری مرکز رو خدمتتون معرفی کنم که عرض کنم که اینجا 29 ساله به این عزیزان خدمت میده. حدود 150 نفر معلول بی سرپرست، مجبور بومیه و سرپرست و کسانی که به نوعی در مادر خودشون بعد دست دادن و ماندگار در این مرکز هستند که چون مؤسسه خیلی از صد در صد توسط شما مردمی کار داره میشه، در مثال مرکز مثل مرکز کهنیزه که با یک توانایی خاص به علت خیلی بودنش بوده دولتی نداره و همه حوالیج این عزیزان رو سی تا قول معلوم پیاس کنه نایحتاج اینها توسط شما عزیزان به دست میاد و اینجا اداره میشه. حتی حقوق پرسنلی که اینجا در خدمت این عزیزان هستن در واقع توسط این مردم خیر و این مردم خوبمون اداره میشه و به دست میاد. به هر شکل و صورت ما هم شاید تو دوده 30-40 ساله که در کنار این عزیزان هستیم و شغلمون گره خورده در سرنوشت اینها و خدمات بایسته‌ای که باید به اینها داده بشه. این برنامه‌ها اینها رو دلگرم می‌کنه، احساسشون بالاست. درسته که کم توان ذهنی هستن ولی هیچ چیزی از ما کم ندارن، چرا که مولانا فرموده که کس ندانست در این بحر عمیق سنگ ریزه بر دارد یا عقیق. ما اینها رو عقیق میدانیم و چون ازشون معجزاتی دیدیم، ازشون محبت ها و خنده هایی که در واقع ما رو دلگرم کرده و این محیط الهی و انسانی رو برایشون در واقع
گرم کرده که اینها دلخوش باشن به اینکه شما عزیزان میایید اینجا و اینها رو به نوعی در واقع قبول دارید و تحویل میگیرید و از این احساس اینها شاداب هستند. انشاءالله در آینده ما منتظر شماها هستیم که دست یاری برسونید و نیکی کنید و باز از قرآن مدد بگیریم که لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، از آنچه که میخواهید ببخشید بهتره که از آنچه که دوست دارید ببخشید. ولذا اینها به همه چی نیاز دارن، نه به پول، نه به گوش، نه به فقط به برنج، بلکه بیشتر به محبت و چهره های خندان و با احساس شما که در کنار اینها قرار بگیرید براتون درد دل کنن. و بسیاری از این مسائل که من نمیخوام اطاله کلام داشته باشم و در واقع نیاز به محبت شما دارم و قبل از هر چیزی این احساس رو ما در اینها باید زنده نگه داریم که خودشون رو طرد شده از این جامعه ندونن و احساس زندان زدگی و زندان باندگی نکنن. حالا هر کسی به فراخور حال خودش، به فراخور وسع خودش که میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه وسعمون ما میتونیم دست این عزیزان رو بگیریم و اینها رو دلهاشون رو شاد کنیم. که چرا باز مولانا میگه هزار بدره زر گر بری به حضرت حق، حقت گوید دل آر اگر به ما آری، دل است کعبه معنا تو گل چه پنداری. هزار بار پیاده طواف کعبه کنی قبول حق نشود گر دلی بیازاری. پس اینها انسان‌هایی هستن که نیاز به شادی دلشون هست و ما هستیم که با قدوممون میتونیم واقعا این مرکز رو همه جوره یاری بدیم که ما بتونیم خدمتگزار صادقی باشیم و کارگزار تک تک شماها که به این عزیزان خدمت کنیم. به هر صورت 29 ساله این بچه ها اینجا انس گرفتن، به این آشیانه انس گرفتن و التماس دعا دارن از شماها. اینها بسیار مستجاب و دعوه هستن از نزولاتی که مردم به اینها میکنن و برآورده میشه و ما دریافت میکنیم. میبینیم که کمتر نظریه که قبول نشده باشه، به این دلیل که اینها به نوعی معصومن، چون معلول ذهنی مثل من و شما خواسته ها و آرزوهای دراز و طولانی نداره. همین رو میخواد که ما بتونیم یه بهداشت سالم و هم بتونیم یک لب خندان و چهره باز و جای گرم و نرمی براش مهیا کنیم. چیز دیگری نمیخواد، ویلا نمیخواد، ماشین نمیخواد، زن نمیخواد، نمیدونم خیلی چیزایی که همه در زندگی روزمره به اون نیاز دارن. به هر صورت من مجددا از تک تک شما تشکر میکنم. انشاءالله شب زیبایی داشته باشید، شب شادی داشته باشید و از اینجا خندان بیرون برید. برای سلامتی خودتون صلوات بفرستید. Thank you.
Thank you.